درود بر همراهان همیشگی کانال سرزمین مادری هممیهنان عزیزتر از جان در سراسر سر این کره خاکی آیا اوزا از کنترل رژیم ایران خارج شده است سرانجام با تأخیر فراوان علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی متوجه شد که دستگاه امنیتی و نظامی رژیم در سرکوب جنبش اعتراضی ناکام مانده به طوری که حتی با به کار گرفتن شدیدترین ابزار سرکوب و استفاده از خشونت و ارعاب بیش از حد معترضان از طریق صدور احکام اعدام فلعی و تبدیل ایران به جمهوری چوبه دار در جلوگیری از قیام ملی ایرانیان ناموفق بوده و نتوانسته اوضاع کشور را به شرایط قبل از 16 سپتامبر 2022 بازگرداند. از این رو خامنه ای مجبور شد سکوت خود را در قبال بحران مربوط به هجاب اجباری و ظلمی که دستگاه ایدئولوژیک حکومت بر زنان ایران روا داشته بشکند. به نظر می رسد که سخنان او تلاشی تازه از سوی رأس حرم قدرت رژیم اسلامی و دولت انقلابی برای مهار کردن اوضاع آشفته کشور است. خامنه ای روز چهارشنبه گذشته در سخنانی هدف قرار دادن زنان دارای هجاب ضعیف به بهانه اتهام ضد دینی و ضد انقلابی بودن را عملی نادرست دانست. چنین اظهاراتی را آن هم از سوی خامنه ای با توجه به ماهیت و نوع رابطه ی رژیم دینی و حقوق محدودی که برای زنان ایرانی قائل است می توان نوعی عقب نشینی از عالی ترین مرجع دینی و سیاسی رژیم در قبال رویدادهای اخیر دانست. خامنه ای در جمعی از زنان گزینه شده و طرفدار ولایت گفت ضعف هجاب کار درستی نیست اما موجب نمی شود آن فرد را از دایره دین و انقلاب خارج بدانیم. همه ما هم نقصهایی داریم که باید تا حد امکان آنها را برطرف کنیم در اظهارات اخیر خامنه ای در دو بود عقب نشینی قابل توجهی مشاهده می شود. اول در بود زمانی این سخنرانی است که پانزده هفته بعد از آغاز جنبش اعتراضی سرسری که جرقه آن با کشته شدن محسا امینی دختر جوان ایرانی زیر شکنجه ماموران گشت اسلامی زده شد و با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد و با قدرتی بی سابقه در برابر نهادهای مذهبی و نظامی که بقایای رژیم اسلامی بر آنها استوار است ارزندام کرد. موضوع حجاب و قتل مهسا امینی تنها یک جرقه است اما در میان چیزی که رژیم جمهوری اسلامی و رهبر آن نمیخواهند آن را بفهمند یا متوجه آن شوند این است که جنبش سرسری ایرانیان از مسئله حجاب فراتر رفته و اهداف گسترده تری دارد اما بود دیگر این سخنرانی عقب نشینی مربوط به چیدمان دستگاه داخلی خود رژیم جمهوری اسلامی است به نظر می رسد اوضاع در ایران از کنترل خارج شده به طوری که رژیم دیگر قادر به خاموش کردن اعتراضات نیست به همین دلیل خامنه ای در اقدامی با نتایج نامشخص برای مهار بحران به طور مستقیم وارد عرصه شده ظهور مجدد خامنه ای در واقع بحران عمیق درون نهادهای رژیم را بیش از پیش آشکار کرد اظهارات روز یکشنبه محمد باقر غالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت اصلاح نظام حکومتی در همه زمینه ها را نیز می توان اعتراف به شکست نظام برای مدیریت بحران هایش است جدا از بحرانی که با مسئله حجاب اجباری آغاز شد سخنان رهبر جمهوری اسلامی بیانگر گستردگی تزادها بین مراکز قدرت در تهران است موضع خامنه ای در این مرحله پرتلاطم داخلی و خارجی باستاب مستقیم بر نتایج نبرد برای جانشینی او در مرحله انتقالی بعدی خواهد داشت موضع جدید خامنه ای درباره هجاب باعث شرمندگی جریان محافظ کار در برابر هوادارانش در داخل خواهد شد و موقعیت این جریان افراطی و سرکوبگر که بیش از همه به ماهیت ایدئولوژیک رژیم پایبند است در دوران انتقال احتمالی جانشینی خامنه ای تضعیف خواهد کرد حساس ترین نکته این است که مواضع به ظاهر نرم و عجیب رهبر جمهوری اسلامی در این مرحله دشوار از تاریخ نظام و انقلاب اسلامی روی کردی به نفع جریانی علیه جریان جریان دیگر و طرفداری از یک جریان در مقابل دیگری تلقی می شود. اکنون خامنه ای در شرایط سختی قرار گرفته و به همین دلیل او دیگر نمی تواند مانند گذشته چوب را از وسط بگیرد. به این ترتیب بعد از اینکه عملا اوزا از کنترل رژیم خارج شده سختترین پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خواست های حقوقی معترضان ایرانی در این خیزش سراسری فقط به حجاب اجباری محدود است هشدار محمد فاضلی درباره آینده ایران محمد فاضلی نویسنده و جامعه شناس در یک گفتگوی ویدیویی هشدار داده که احتمال دارد ایران به زودی از نقشه جهان حذف شود به این معنا که بود و نبود ایران در تصمیمات و اقتصاد جهان مهم نباشد آقای فاضلی با تأکید بر خطر حذف ایران از معادلات جهانی میگوید که با ادامه روند کنونی ممکن است به نقطه‌ای برسیم که هیچ خط لوله و کریدور مهمی از ایران عبور نکند هیچ بندر و فرودگاه مهمی از نظر جهانی در ایران وجود نداشته باشد و در عمل ایران از معادلات جهانی حذف شود. چیزی که دو سه سال پیش فکر میکنم نوشتم متنش هنوز تو کانالم هست. از نقشه جهان ممکنه حذف بشیم. یعنی باز سر کنید یعنی نقشه جهان ممکنه میتونیم باشیم رو نقشه جهان خب ولی اصلا تعیین کننده نیستیم. یعنی هیچ خط لوله ای از ایران رد نمیشه هیچ کریدور مهمی از ایران رد نمیشه هیچ بندر مهمی نداریم که جهان به اون بندر وصل باشه هیچ فرودگاه مهمی نداریم که جهان برای شما اهمیت قائل باشه حتی ببینید به این واقعیت دقت کنید ما مجموع نفت و گازمون در جهان رتبه یکه یعنی جمع منابع نفت و گاز ما اولین دارنده منابع این که چقدر تولید میکنیم شدت انرژی بالا اینا بزنیم کنار لحاظ منبع ولی دقت بکنید که ما در تحریم ها از نفت و گاز جهان حذف شدیم و اتفاق خاصی نیفتاده یعنی الان که جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاده منابع نفت و گاز ما یه مقدار مهم شده بلوا یه دی پیش بینی کردن نفت ایران رو اگر از جهان حذف بکنن مثلا تحریم ها نفت به 300 دلار میده هیچ وقت نرسید نفت 40 دلار هم سقوط کرد درست شما کجای جهانید فرودگاه مهمی در ایران هست که اگه پرواز ها اونجا نشینن پروازهای جهان مختل بشه کریدور مهمی در ایران هست که اگر از اونجا کالایی حمل نشود مسیرهای حمل و نقل جهان انتقال کالا و بار دوچارد. یادتونه چند وقت پیش کشتی در کانال سوئز خراب شد و کانال سوئز مدتی بسته شده بود دوست. اصلا مسیرهای تجارت جهانی تجارت جهانی چرا بحران شده بود الان چه اتفاقی بیفته ای یعنی شما از جهان حذف شدید یا دارید میشید باید با حال این فکر کرد این همون چیزیه که من بهش میگم اون وقت زوال تاریخی تمدنی پیدا میکنی این دیگه اون ایران مهم نیستی معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی واتساپ و اینستاگرام عامل اصلی سازماندهی براندازان حمایت آمریکا از اقدام واتساپ برای دسترسی ایرانیان به این پیام رسان تقریبا در تمام شهرهای ایران دسترسی به اپلیکیشن های ارتباطی از قبیل واتساپ و تلگرام و همچنین اینستاگرام حتی با وجود استفاده از VPN ممکن نیست مگر در بعضی ساعت های شبانه روز که آن هم به خاطر سرعت بسیار پایین اینترنت با محدودیت در ارسال عکس و ویدیو و حتی فایل صوتی همراه است در همین ارتباط معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که واتساپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی کشور ما را نپذیرند امکان فعالیت آنها در کشور وجود ندارد این دو برنامه در همه کشورهای دنیا قواعد حاکمیتی آنها را برای رعایت اصول حاکم بر هر کشوری در حوزه های امنیتی فرهنگی و سیاسی که شرط فعالیت آنان بوده را پذیرفتند و آن قواعد را اعمال می کنند به استثنای جمهوری اسلامی ایران آنها در واقع حاکمیت ما را نقض می کنند و این موضوع با اصل استقلال کشور ما مغایرت دارد سید مجید میرحمدی تاکید کرده از نظر ما واتساپ و اینستاگرام نقش برجسته و مهمی را در آشوبهای اخیر بر داشته و به عنوان عامل اصلی تهدید ساماندهی و هدایت جریان برانداز را دنبال می وی در مورد آخرین وضعیت اعتراضات گفته به حمدالله وضعیت امنیتی خیلی خوبی داریم و با اطلاعاتی که از پشت صحنه طراحان موضوع به ویژه از آمریکا انگلیس و فرانسه و رژیم صهیونیستی داریم آنها شکست خود را در پروژه براندازی پذیرفتهاند این همه در حالی است که واتساپ به تازگی امکان دسترسی به این پیام رسان را با استفاده از پروکسی ویژه فراهم کرده است وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتی با حمایت و استقبال از این اقدام واتساپ اعلام کرد دولت بایدن و وزیر بلینکن کمک به ایرانیان برای اعمال حق جهانی خود جهت آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت را در اولویت قرار دادهاند واتساپ آخرین نمونه از شرکت‌های آمریکایی است که راه‌های معناداری برای کمک به مردم ایران جهت بازنگه داشتن کانال‌های ارتباطی می‌یابند. پیش از این هم احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در مورد رفع فیلترینگ این پیام رسان ها گفته بود باید ببینیم کسانی که میخواهند در این فضا فعال باشند حاضر هستند به سیاست های جمهوری اسلامی احترام بگذارند یا همچنان قصد دارند به حمایت خود از اقتشاشگران ادامه دهند معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین گفته دشمنان بعد از اقتشاشات بر اقتصاد و معیشت مردم متمرکز شدهاند او توضیح داده دشمن روی این مسائل کار میکند تا مردم را بتواند همراه کند احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز در خطبه های نماز روز شانزده دی گفت اقتصاد ما سه مسئله دارد اقتصاد ما در محاصره یک مثلث است زل اول مثلث جنگ اقتصادی است دشمنی که نمیتواند در عرصه نظامی به سراغ ما بیاید جنگ را در عرصه اقتصادی آغاز کرده زل دوم تحریم است یک تحریم همه جانبه و آزار دهنده که در همه جای دنیا دارد ما را دور میزند و زل سوم توطعه و فتنه مرتب فتنه میکنند که ما نتوانیم روی پای خودمان بیستیم و نتوانیم سر سفره خودمان نان بخوریم افزایش ها و نرخ بالای مواد غذایی و کالاهای اساسی و ناتوانی مقامات جمهوری اسلامی در کنترل تورم مردم را آسی کرده از این رو تحلیلگران پیش بینی میکنند موج تازه ای از اعتراضات خیابانی با گستردگی در میان اخشار متوسط و کمبرخوردار آغاز میشود عزیزان ممنونیم که ما رو همراهی میکنید مثل همیشه ازتون میخوایم که با لایک کردن ویدیو در همرسانی این خبر به تمام هممیهنانمون با ما مشارکت داشته باشید تا بخش بعدی خبر خود نگهدارتون